با درود بسیار از جان و دل به جان و دل شما. گاهی اوقات آنقدر در طول هفته انتظار میکنم خدایا این روز بیاد شما ایران فردا که من بتونم با تو مستقیم حرف بزنم. هر روز دارم حرف میزنم، ولی اینجا گاهی چون پیام شما هم هست شدم یه حالت دیگه ای دارم. امیدوارم تحولات و تغییرات تو برنامه های ما رو پسندیده باشید. خیلی خوشحالم که این برنامه مافیای سپاه اینقدر مورد توجه شما قرار گرفته، به گونه ای که تلویزیون الحدث و العربی هم دنبال یه همچین برنامه رفتن. حالا اونا حزب الله که ما قبلا رفته بود. امیدوارم همکاران عزیز، دوستان ما، اگه برنامه رو دیدن مورد توجهشون قرار گرفت، به جان که عیناً کپی بکنن یه اشاره کوچیک اولش بکنن. نخستین بار این برنامه ماندگاران در تلویزیون ایران فردا پخش شد و هنوزم داره پخش میشه. چهرهای ماندگار، همینطور ایران بانو. یه خورده فقط آدم باید نمیدونم یه حالتی هست که یک ذره آدم از اون آسمون بیاد پایین و تصور اینو بکنه که همه ما انسان‌ها، صداها، تصویرها و آدم‌های موقتی هستیم. ما موقتیم. ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. به همین سادگی. تو همین چند وقته چه کسانی رو از دست دادیم؟ من فکر می‌کردم که سال نو بیاد به دکتر سیروس آموزگار زنگ نزنم. نوروز برسه به اردشیر خان زاهدی تلفن نکنم. صدرالدین الهی نازنینمو حالشو نپرسم. چجوری میتونستم فکر کنم که این اتفاق ها خواهد افتاد؟ ولی افتاد. ولی افتاد. به روی انسان ها مسافران موقت این هتل هستند. بعضی ها هتلشون مسافرخونه است، بعضی ها بیغوله است. در وطن بزرگ سرفراز من بعضی ها در قبر و در اتوبوس میخوابن و در حالی که اهالی ولایت فقیه عشق دنیا رو میکنن در زباله دنباله غذا افسوس میخورن. سلام آقای دکتر، من با جان و دل دوستتون دارم ولی یه انتقاد دارم، امیدوارم منو ببخشید. شما صراحتا از بختیار دفاع میکنید. بختیار اشتباه محمدرضا عزیزم، پسر من، تو با دربونت که حرف نمیزنی. محمدرضا شاه، تو هنوز میگه آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای. وقت محمدرضا شاه 37 سال پادشاه تو بود، برای پدر جد امکان تحصیل و درس و کار فراهم کرد. اما یه محمد رضا، ببینید شیخ نم رو از قفا گردن زدن، چه شد؟ میدانم میفرمایید اون موقع امام حسین و یزید را مردم علم میکردن، ولی بعد از یه مدت آرام میشد. مگر الان 86 میلیون ایرانی دارن عذاب میکشن 100 برابر بدتر نیست؟ مگر قرار از حاکم همواره در تقدس و لفافه باشد؟ ای کاش مثل همین ها در روز 12 بهمن بن 57 هواپیمای فرانسوی را سرنگون می کردن تا امروز تمدن 2500 ساله با 85 میلیون نفر فنا نمی شد. پسر من، عزیز من، در اون هواپیما آقای خمینی و بنی صدر و قتاده و یزدی بودن، ولی دکتر منصور تاراجی هم بود، رسول صدر عاملی هم بود، ده ها خبرنگار دیگه هم بودن.
آیا باید بختیار این کارو میکرد؟ و اصولا بختیار اعتقادی به کشتن نداشت. هرگز. او میگفت خمینی در پاریس خودشو نشون داده. الانم که بردگرده به مملکت، با حرفاش مردم متوجه میشن که هیچی نیست. ولی طفلک بختیار اینو متوجه نبود. ما بیچارگان مذهب بودیم. ما آدمایی بودیم که فکر میکردیم بله امام حجت داره بالا سر ما رو نگاه میکنه. ما حواسمون نبود که آقا این داستانا داستانه. اینا اسطوره است. اینا قصه است. هیچ وقت توجه نداشتیم که با توجه به علم که امروز ما با علوم سر و کار داریم، میدونیم پیرمرد ژاپنی که 130 سال عمر میکنه به خاطر رعایت بهداشت همون در حد مختصر ورزش، غذاهای چرب نخورده. آخه چجوری یه آدم میتونه 1300 سال زنده باشه؟ حالا حداقل روایت سنی ها قابل قبول تره که بله روزی که جهان رو ظلم پر کرد خداوند قائمش رو میفرست. خب ما ملتی که هنوز این داستانها رو باور داریم، بهایی ها رو میکشیم، نابود میکنیم برای که اونا آمدن گفتن قائم امام زمان ظهور کرد. اگر قرار امام زمان 1400 سال قائم باشه بعد هی بیاد زن بگیره، دکون نونوایی سنگلج بده نون بخره و پدرزنش هم حاج آقا حسین تو بازار باشه، آخه این قصه ها رو چرا باید مردم ما توجه کنه؟ دین برای تنقیح جامعه میاد، برای پاکسازی جامعه میاد، نه برای افزودن خرافات. اعتقاد داشته باشید. اعتقاد بسیار چیز خوبیه. من وقتی میگم شما را به پروردگار عاشق می سپارم، برای که پروردگار را عاشق می دونم. این پروردگار مشدی حسن آدمکش و سید ابراهیم قاتل نیست. این پروردگار جلادی نمی کنه. اینا را بهش دقت کنید. یه چیزی بگم بامزه. روز پنجشنبه پیش اعلام کردن سازمان مجاهدین، البته خودشونم رسما نگفتن جرم این کار، جمهوری ولایت فقیه میکنه جرمه، گفتن چند تا از شبکه‌های تلویزیون رو هک کردن، عکس آقا و خانم نشون دادن، صدای آقای رجوی هم پخش شد که صدا معلوم چیزایی که مال 1000 سال پیش قبل از به لقاء الله رفتنشون بود. خب ضربه ای زدیم که رژیم کمرش شکست. شما اگر به جای این امکانو داشتید که هک کنید تلویزیون رو، چند تا شبکه رو، یه پرچم شیر و خورشیده با سرنگ میگذاشتید، سرود ای ایران رو پخش میکردید، وقت ببینید چقدر این کار انعکاسش بیشتر بود، چقدر عالی تر بود. مردم از اون لچک بیزارن. مردم دوست ندارن آدم بیکره با تو همجوری چاکباز و مردم بیزارن از اینا. و این بازی ها فقط رژیم رو تقویت میکنه. وحشیگری رژیم بیشتر میشه. ای کاش مرحوم رجوی و خانم اگر این کار رو میخواستن بکنن صدای بنان رو میذاشتن بوی جوی مولیان رایت با مرزیه و پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. این بدترین ضربه به رژیم بود. رژیم این پرچم رو که میره حالش بد میشه. وقتی میره آقای خامنه الجزایر و سرود شاهنشاهی میزنن پس افتاد، وقت تازه جوونم بود، رئیس جمهور بود، همین ورزشگاه. خب به جای این کار این مدل رفتار میکرد، وقت در دل مردم جا میگرفت. مردم نمیگفتن این تشنگان قدرت حالا از آلبانی میپرن روی شطور قدرت، به جایی هم نمیرسه. سازمان مجاهدین خلق
در نگاه مردم ایران اینی تو پایان. اعضای سازمان که رنج کشیدن، درد کشیدن، الان هم تو نیمه زندان تیرانا آلبانی هستن، بر شانه ملت جا دارن. این دختران و پسرانی که زندگی نکردن، یه لحظه فکر کنید 42 سال از عمر تویی که 25 سالت بود یه تشکیلاتی دزدی تو رو تو بیابونای عراق گردون، بعدم آورده تو آلبانی، چرا تو نباید زندگی داشتی؟ چرا نباید ازدواج میکردی؟ فرزند داشتی؟ خانمی بودی الان استاد دانشگاه، آقایی بودی الان یک پزشک، چرا باید اونجا بی تخصص بی چیز نشسته باشه؟ دلت هم خوش باشه که گاهی این پسر با استعداد کمدین بهت برد نمایش. الانم باور نمی کنید حالا تا یه ماه بزن و بکوبه که ما فتح کردیم، فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، بعد دیگه تلویزیون زد. یه پیام شفایی بشنویم و بریم بعد سراغ کتب. آقای دکتر درود و عرض ادب، شبتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه زیباتون، از آگاهی رسانیتون، از تحلیل کارشناسای میهن دوست و اخلاق محور و متعهد مثل حضرت عالی با سواد خوشتیب، و اینکه چه بار رسالت تاریخی الان به دوش میکشید و تعیین کننده هست، مؤثر، لازمه، بایست است. بنده به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی، یک انسان، تشکر میکنم از همه عوامل و دوستان، از فیلم، از استودیو گرفته تا تمام عواملی که به قول شهید بابایی تا یکی که یک لیوان آبم تو پایگاه جلوی ما میذاره ایشون هم دخیل در این کار. عرضم به حضور شما که یه دو تا مطلب که احساس کردم بگم. یکی در مورد مجری بسیار با احساس و مؤدب شهر شبکه ها، خبرها و نظرها، ایشون چند تا واژه عربی به کرات استفاده میکنن، یکیش علی ای حاله که میتونم بگن در هر صورت، یا به نحوی از آنها را میگن انها، و معالوصف و چیزای دیگه که عربی زیاد حالا شاید جالب نباشه و پارسی استفاده بشه، ما برای تاریخمون داریم میجنگیم و هر چقدر زبان رو زنده کنیم به قوام زبان و تاریخ خودمون کوشیدیم. به یکی مجری محترم خانومی که خبرها رو میفرمایند، خیلی میکروفون انگار خیلی نزدیکه بهشون و بعضی حروف با اگزمای خیلی شدید گفته میشه، مثل پ و ب و اینها، این هم اصلاح بشه فکر میکنم برنامه‌تون. ممنونم، تشکر. سپاسگزارم فرزند عزیزم، حتما رعایت خواهد شد. این اشاراتی که میکنی، البته میگم مثلا در مورد زبان، ببین زبان فارسی امروز زبان پهلوی نیست. فارسی دری که ما صحبت میکنیم و مینویسیم ترکیبهایی از زبانهای دیگه توش اومده. اینطور در زبانهای دیگه هم هست. شما زبان عربی برید، من 1000 تا کلمه فارسی براتون میارم. فرهنگ بشری قاطی میشه با هم. شما وقتی میری مثلا در مالتا، یک کشور اروپایی بغل ایتالیا، زبانش رو این عربیه. یا شما خیلی جا میره مثلا کرویشیا، لغت های فارسی فراوون، اندونزی. من توی حاجی که میخواست بره مکه از سینکیانگ چین اومده بود، از ارومچی، دیدمش و با هم صحبت کردیم. بعد آدرس که به من میخواست بده سبز میدان شماره 50 فارسی. خب رفته اونجا، یزد، اولاد یزگرد 300 سال در چین یک کانتون داشتن که در اونجا حکومت میکردن به لطف
خاقان چین در واقع به لطف امپراتور. این فرهنگ بشری است. حالا یکی گفت علی ای حال، به جای به هر صورت، خیلی نباید الان ایراد بگیریم. فارسی سره‌ای که بعضیا صحبت میکردن، مرحوم کسروی مثلا، قابل فهم برای 90% مردم ما نبود. یه وقتی هم جوک در می آوردن که مثلا زمان رضاشاه که فرهنگستان لغت ابداع میکرد، که واقعا بعضی لغتاش درجه یکه، در مورد ارتشی ها مثلا به جای بریگادر بذاری سرتیپ، به جای بریگاد بذاری یا بریگید بذاری تیپ، قشنگه دیگه. اینا این لغتی بسیار زیبه. یه چیزایی هم داشت که خب پذیرش نکرد جام. بعدن هم همینجور درود و هزاران خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نوری‌زاده نازنی. بنده هم عرض ادب میکنم. آقای نوری‌زاده، برنامه پنجره رو به خانه پدری روز پنجشنبه 20 ژانویه به گمانم یکی از تلخ‌ترین برنامه‌های شما بود که آقای محسن سازگارا در باب ایران فروشی خامنه‌ای به چین صحبت میکرد. و راستش آنقدر این برنامه تلخ و گزنده بود که صدای تلویزیون را بستم و با گوشی موزیک گذاشتم تا نیمه دوم برنامه شروع شد. که البته موزیک هم برنامه حالمو بدتر کرد. آقای فرهاد ترانه ای از آقای شهریار قمبری با موزیک آقای منفردزاده اجرا کرد. راستی هم سال منفردزاده ها که سال 57 اینجور آهنگای حماسی را برای تهییج مردم می ساختن، شعر و مقاله می نوشتن که برای انقلاب در برابر استبداد شاه شور حسینی بگیرن و تظاهرات کنن، چرا اکنون مثل نو عروس های پای سفره عقد زبان به کام کشیدن و ساکت شد؟ نکند از مردمی که به فلاکت انداخته اند دست خوش بخورن، یا گمان میبرن که حکومت کنونی آن استبداد را ندارد و مردم در آزادی و رفاهی نسبی به سر میبرن و آقایان دارن از دستپختهای سال 50 لذت میبرن. دکتر عزیز، بخش دوم برنامه که آغاز شد آقای سازگارا چند جمله امیدوار کننده فرمودند که 100% موافقم و اگر به ازای هر ایرانی یک دوربین هم نصب کنند در مقابل سیلی جمعیت کارساز نخواهد. برحال آقای نوری‌زاده، کارد به استخوان ملت رسیده، همان امت گیج رسیده و همه ناراضی و معترض. نمیدانم کار این مملکت به کجا میرسد و یا این روشی که سیدعلی در پیش گرفته در نهایت آیا ایرانی میماند که برایش بجنگیم یا نه. کاش تصمیم گیرندگان کنونی که هنوز اندکی غیرت و ذره شرف در وجودشان مانده نگاهی به سرنوشت وام 1 میلیارد دلاری سریلانکا از چین و داستان ادامه دارش بیندازه و عبرت بگیرند و جلوی سیدعلی را بگیرند که ایران را سریلانکایی دوم نکنند. شرمنده وقت شما و بینندگان عزیز را گرفتم. سینا از مشهد که دیگر مقدس نیست. عبارت عجیبیه. مشهد که دیگر مقدس نیست. چون وقتی علم الهدا روسپیخانه رسمی در اونجا برپا میکنه، وحشتناک، من با دوستان لبنانیم صحبت میکردن میگفتن علامه علی الامین عشق میریخت وقتی دید که دختر قاسم سلیمانی خانه عفت درست کرد. واقعا افسوس میخورم، متاسف میشم، چی بگم، چی دیگه باید گفت. اما دوست من اسفندیار منفردزاده از اون روز اولی که این رژیم اومده باش جنگیده. سالها من یادمه اون وقتی که هنوز سالا نبود، تلویزیون های 1 ساعته تو لس آنجلس بود، یه رادیوی مرحوم مروتی بود، خدا رحمتش کنه، یه عجیب خودش رادیو را انداخته بود، چقدر رادیو خوبی بود، همه بزرگان توش بودن، علیرضا جان میبودی بود، مرحوم مهری بود، همه بودن و اسفند اونجا بود، اسفند همیشه بود،
همیشه سخن میگفت. من واقعا اسفند رو یه آدم مبارز و یه ایران دوست عاشق دیدم. اما در ایران اسفند مفرزاده کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بود، یادم نمیره، یه پیانو تو اتاقش رفتم پیشش، گفتم اسفند جان یه مقدار شعر گفتم میخوام. حالا به هر حال اون زمان جوان بودیم، پولم میخواستیم بفروشیم. و اسفند گوش کرد، خیلی هم از شعرها خوشش اومد که حالا خوردیم به انقلاب و نشد. باری اسفند کارش کرده، کسی نمیتونه به اسفند ایراد بگیره. این طبی بود که همه بهش مبتلا بود، اسفند و من و شهیار قنبری و نمیدونم بقیه نبودن. این یه طبی همه گیر بود، یه ویروس بود که به همه زد. منتها یه عده زودتر معالجه شدن و یه عده ادامه پیدا کرد. شهیار از اولین ها بود، اتفاقا با هم هم ارتباط داشتیم، بعدم لندن دیدمش، بعدم رفت امریکا. یعنی اینا همه کار میکردن. شهیار چقدر شعر علیه این رژیم گفته، شعر قجقنشو یه بار گوش بدید دوباره. و همطور کارهای اسفند. ببینید یه خود با مهر هم دیگر رو نگاه کنید. اگر قرار این باشه که بگه آقا ما از این کار پشیمونیم، کار بدی بود، همه ما بارها گفتیم، من روزنامه نگار، اون ترانه سرا، اون آهنگساز، اون فیلمساز. هفته پیش براتون پخش کردم تکه ای از کیمیایی رو، خیلی دلم سوخت. خرد و خمیر بود مسعود، مسعودی که کوه رو از جا میکند، کوه رو از جا میکند. برای ساختن قیصرش لحظه به لحظه با شاهد بودم چه کرد، چه جوری هزینه جور شد. حتی پوری جان بنایی سرمایه گذاشت تو فیلم، 100,000 تومان شد. مرحوم شباویز و این فیلم ساخته شد. بعد مسعود میاد میگه آقا من 50 تا فیلم ساختم، 30 تا فیلم ساختم، 50 سال تلویزیون از من 130 تومان خریده، حاصل عمرم 130 تومان. حالا نمیشه الان بهش گفت آقا تو چرا مثلا سفر سنگ ساختی. باری یه پیام شفایی گوش بدیم. با درود خدمت دکتر نوریزاده عزیز، من چون وقتم کم 2 دقیقه است سریع صحبت میکنم. مرحوم دکتر صدیقی جمله بسیار زیبایی دارند، میفرمایند یکی از بزرگترین عیب‌های ما بی‌انصافی است، بی‌انصافی در داوری کردن و اظهار نظر کردن در مورد دیگران. خیلی ها رو میبینم که از این نکبتی که جامعه رو گرفته این نتیجه رو میگیرن که قبل از انقلاب همه چیز گل و بلبل بوده. خیر، بسیاری از موفقیت ها حاصل شد، ولی نقایص هم کم نبود. اگر شاه در خرداد 56 اوکی رو داده بود به اون نامه 3 امضا، اگر شریف امامی دزد رو نگذاشته بود، اگر ازهاری ضعیف رو نگذاشته بود، خیلی ها میگن خب بختیار رو گذاشت دیگه. بله، ولی روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. بختیار توی 37 روز کاری کرد که محمد رضا شاه تو 37 سال نکرد. خیلی علاقه ندارم به اون مسائل گذشته بپردازم، حال رو دریابیم. مردم ایران، 2 چیز رو رعایت بکنید و تقویت بکنید: 1. انسجام و بالا بردن قدرت تحمل عقیده مخالف، و 2. رعایت انصاف در داوری و اظهار نظر در مورد دیگران، خصوصا گذشتگان. امین هستم، مؤید باشید، خداحافظ شما. درود بر تو عزیزم، ولی
یه نکته رو بهت بگم، درسته بهش نبود، ولی تو 37 سال ما ها مدرسه رفتیم، دانشگاه رفتیم، جامعه داشت میرفت جلو. الان فکر اون جشن هنری که ما داشتیم تو فرانسه و انگلیس نیست. اون ساختن، اون ساخت و ساز، اون کارهایی که در جزایر خلیج فارس انجام گرفت، بازپسگیری سه جزیره، ساختن کیش، تأسیساتی که ما در خارک داشتیم، اینا رو هم در نظر بگیر. آره بهشت بر این نبود، خیلی هم مشکلات داشت، خیلی داشت. اگر نداشت جامعه مستعد یه شیاد رو پذیرفتن نمیشد. و واقعا اگر پادشاه به نامه سنجابی و فروخر و زندیاد دکتر بختیار توجه میکرد، واقعا به اینجا نمیرسیم. این کاملا مسلم، برای که ما همون وقت هم میگفتیم. حتی اون زمان دکتر امینی اومده بود روی کار، مملکت اینجوری نمیشه. اما خب تاریخ و اگر و اما و ای کاش نمیساز، واقعیتی است که اتفاق افتاده و ما باش روبرو هستیم. مصیبتش هم سه نسل پشت هم دارم میگم. اما پایان شب سیاه سفید است، اینو مطمئن باشید، مطمئن باشید. جمهوری جهل و جور و فساد فرو خواهد. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، ما هم برم کلهر جان عزیزم رو بشنویم. دو هفته قبل بود یه دوستی تو کلاب هاست به من گفت شما دوست اسحاق عیدی بودید رفت، یاد سفرم به خرم آباد افتادم با مهدی بهنیای عزیز که از آمریکا اومده بود، غلام حسین نصیری پور میزبان ما بود، یادش بخیر، اون نازنینم رفت. و شب که نشستیم اساق جان عیدی هم اومد، همون روز یک فرزندش مثل این که در حوض غرق شده بود یا چیز، ولی واقعا به رو خودش نیورد که مهمانانشون آرام بگیر. بریم کلهر، داغ خرم آباد و فلک افلاک و لرستان رو به دلهای ما بیاره که چقدر اینا زجر کشیدن و چقدر در این 43 ساله هزینه داره. با ما باشید. یاد نازنین، نازنین این پنجه ها چه میکنه خدای بید. یه لحظه تعمل کنی این ملت جاودانه با چی مونده؟ با موسیقیش، با شعرش، با ادبیاتش، با گویشهاش، با زبانش، این زبان غنی که حضرت فردوسی رو داره، حافظ و مولانا و سعدی رو داره، ملک و شعرهای بهار و شاملو رو داره. این ملت مونده با عاداتش، با سننش، با نوروزش، با مهرگانش، با صدش، با خورشتاش، با برنجاش. با تاجیکستان بودم، رفتیم به ازبکستان و تاجیبای روزنامه نگار تاجیک ملیت ازبک، این کار استادی ما رو برد به روستای خودش برای جشن نوروزی. مطلوب شیرعلی آوا نماینده بی بی سی بود و سه چهار تا جمع بودیم، به هر بهروز آفاقم بود دوست عزیزم. رفتیم نصف شب رسیدیم به روستای باغستان، ما رو برد خونهشون، یه خونه سنتی قدیمی مثل خونه ایران، یک سفره چیده بودن از این ور تا اون ور، نقل و پسته و بادوم اینا برای نوروز. ما نشستیم به گپ زدن، یه باره بعد از یک ساعت و نیم گفتن آقا تشریف بدید شام. آقا ساعت 3 صبح و فردا نخه. مادر خانواده غذا درست کرد، رفتیم. یک برنجی بود مثل شعال مزین پلو بهش میگن، شیرین پلو میگن، و هویج و گوشت. حالا برنج رو اونجا سرخ میکنه، یعنی یا آبپزی میکنن بعد سرخش میکنن، بعد دیگه مخلفات رو روش میریزن و فوق العاده خوشمزه بود. بعد جالب بود اونجا
آش یعنی برنج. و میگفتن آقا آشپزخانه برای چی؟ یعنی برنج میپزم اونجا. آش میشه شوربا. و غذاهای ما همه ایرانی. گفتم خدایا این فرهنگ در قالب زبان، شعر، ادبیات، عادات و غذا منتقل شده. رفتیم ازبکستان، گفتم اونجا اینجور، تاجیکستان همینجور، قزاقستان چیزی شبیه خورش اسفناج برای ما آوردن، چقدر خوشمزه. خواهم بگم این آذربایجان میری این طرف همینطور، گرجستان میری همینطور. آخه چطور میتونه این فرهنگ دستی مش آخونده بی خدای بی اعتقاد بی اعتبار بیفته؟ ما لیاقتمون خیلی بالاتر از اینه بابا. در این کشور ما معتمر الملک و مشیر و دوله داشتیم، ما در این کشور مصدق و قوام سلطنه و رضا شاه داشتیم، ما در این کشور مردان بزرگ تاریخ ساز داشتیم. زکالملک فروغی رو مجسم کنید با این مردک قاتل شش کلاس سوار سید ابراهیم رئیسی. این باید رئیس دولت ایران باشه. سید علی خامنه‌ای باید صدر ماوی ایران باشه. وای به روزگار ما، چه کردیم بر خود. درود فراوان به استاد گرام. همه میدانند که تنها مقصر اصلی وضع نابسامانی اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ناشی از تحریم ها، بی منطقی، لجاجت و جاه طلبی رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران است. بذار من تکه تکه به سوال به نامه جواب بدم. آره دوست من، دوست عزیزم، این نابسامانی ها تحریم خب جای خود شد، اما چرا تحریم؟ 43 سال مرگ بر آمریکا چه بر سر ما آورد که حالا رفتیم تو بغل پوتین؟ تازه پوتین هم قبولمون نمیکنه، میگه برو دم پام پامو بمال، نمیگه بیا تو بغلم. مثل آقای نفتالی برین میگه نمیگه بیا تو بغلم، مثل بشار اسد میگه نه، جورابامو درار، پامو بشو، بشین روغن بمال به پام. در حد رئیسی دیگه، در حد آقای قالیبا، رئیس مجلس ما، سردار فاخر حکمت، نگاه کنیم دیگه، دکتر معظمی، معتمر الملک. اگه اینا میرفتن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، حتی آقای مهندس ریاضی وقتی رفت، شریف ما میرفت، احترامی که بهشون میذاشتن چی بود؟ قالیباف میره اصلا داخل آدم حسابش میکنه. قاسم سلیمانی نمیره که اونجا حرفی بزن، نه، روسا پس گردنشون میگن نیرو زمینیتون بفرستید سوریه، ما هوایی رو تامین میکنیم، زمینی رو شما بفرستید. یعنی آدمای شما کشته بشن، 7 نفر هم از روسا کشته نشده، دوباره تیورشون افتاده، ولو کشته رو ما دادیم. اون افغانای بیچاره دادن که به خاطر یه لقمه نان، گروه فاطمیون، اون پاکستانی ها زینبیون، برای 500 دلار حقوق. اینا رو ما جایگاهمون سقوط کرده به خاطر این رژیم جهل و جور و فساد. همچنین هدف از مذاکرات احیای برجام در وین بیشتر در راستای حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی است و نه برای دفاع از منافع ملی، حتی اگر توافقی هم حاصل شود. بدون تردید نخست سودش به گروه های مافیایی حکومت میرسد و نه به سفره مردم. باز بذار اینجا عزیزم برای توضیح بده. اگر رژیم جهل و جور و فساد ذره‌ای به مصالح عالیه ملت فکر میکرد، اصلا لزومی به برجام نبود، دنیا کاری با ما نداشت. مگه ابوظبی نیروگاه اتمی زده، عربستان زده، مصر داره میزنه، کاری بهش دارن؟ برای که حقباز نیستن، دم خروس از زیر عباشون پیدا نیست و به طور طبیعی حق حاکمیتشون دارن اعمال میکنن. به اینا اعتماد ندن چون دروغگوان، چون دروغگوترین حکومت تا از ازل تا ابد روی کره زمینه.
شالاتانن، دروغ میگن، مرگ بر آمریکا میگن. بعد آقای امیر عبدالله میگن البته لازم باشه با امریکا هم گفتگو میکنیم. آخه لعنت به شما، چرا 43 سال پیش اون بازی رو در آوردید؟ بعد هم عباس عبدالله گفته داخل جالبه، خواهر مری البته اوضاعش خوبه، برای اینکه او روز آخر بازجویی از بری روزن کرده که شرم‌آوره، شرم‌آوره. و واقعا من میگم که ما در چه شرایط و چه جایی قرار گرفتیم با این رژیم. کجای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران، طالبان ایران حاصل سیاست‌های آشفته و سازشکاری بسیاری از جریان‌های سیاسی به خصوص ملی مذهبی و انقلابیون چپ دلباخته اتحاد جماهیر شوروی با روحانیون افراطی در آشوب 57. امروز حکومت دینی و آرمانگرایی انقلابی دیگر آرزو و خواست قلبی مردم ایران را منعکس نمی‌کند. آفرین. تداوم و گسترش بیوقفه اعتراضات مدنی مردم در اقصی نقاط کشور، حتی با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی حکومتی در خیابان‌ها، همه بیانگر این واقعیت است که اراده و خواست اکثریت مردم، قاطع مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی در ایران، مؤثر شدن خواست جمعی مردم در ایجاد حکومتی برآمده از اراده عمومی و دستیابی به دموکراسی مستلزم حرکت عمومی هدفمند و حمایت گسترده از اعتراضات مدنی مردم است. برای اینکه آرزوهای انسانی ما به واقعیت بدل شود، راهی جز به هم پیوستن و همبستگی نداره. پارسی، درود بر تو با این نامه فوق العاده دقیق، شامل یعنی شمول داشت، مسائل رو خیلی دقیق ارزیابی کرده بود. ممنونم پارسی عزیزم. یه دوستی دارم، دوست که ناآشنا ندیده، در ایران ساسان، خیلی عصبانیه. آقا چرا در پایان برنامه‌تون تو آرمتون عکس خمینی؟ میگم عزیزم این آرم برنامه است، آهنگ پسر من ساخته و تهیه کننده من پومن رفته اون آهنگ و تصاویر روش گذاشته که تاریخ معاصر 200 ساله ما رو نشون میده. عکس خمینی هم باید توش باشه، بوده دیگه. ولی خب عکس مصدق هم هست، محمد رضا شاه هست، رضا شاه هست، بزرگان تاریخ و فرهنگ و ادبیات و سیاست ما توش هست. حالا سید علی و خامنه ای هم هستن. فردا که اینا رفتن تاریخ نوشته میشه، حذف کردن. مثل اینا که نیستیم که تاریخ رو حذف کنن، اینا نصف تاریخ رو حذف کردن، ما که این کاره نیستیم. عزیزم باری خیلی هم من تلاشم کردم، ولی مشکل الان زمان میخواد تا ما بتونیم، به پومنم گفتم که عکس‌ها رو یه مقدار تغییر بدیم، چون به هر حال چهره‌های جدید اومدن، چهره‌های رفتن. یک پیام شفایی فکر می‌کنم الان لازم باشه بشه. با عرض سلام و عرض ادب به جناب آقای نوری‌زاده عزیز. جناب دکتر معذرت می‌خوام، من در برنامه گذشته سوال کرده بودم از آقای مرحوم محمد صفریان، اطلاع نداشتم، در مسافرت بودم. در این برنامه این بود که شما فرمودید که آقای صفریان دیگر در بین ما نیست. باور بفرمایید که همون موقع بسیار متأثر و ناراحت شدم، مثل اینکه برادر خودم رو از دست داده باشم، چون ایشان مردی فاضل و هنرمند و هنردوست، تمام شناسنامه های هنرمندان سینماگران را جمع آوری میکرد و به طور کامل نقطه چین میکرد و گل آنها را به تلویزیون پربیننده شما ارائه میداد و شنوندگان و بینندگان عزیزی از آن بهره میبردن. متاسفم. اگر اجازه بفرمایید با دانش کمی که دارم یک دو خشه درباره این جوان عزیز گفتم که حاضرم به گوش و چشم این بازماندگان این مرحوم برسد انشالله.
در جوانی صفریان پرواز کرد، در جوانی صفریان پرواز کرد، حسرت و غم بر دلم آباد کرد. ای محمد، ای محمد، حضرت حق یار تو، چون بهشتی بایدت مقدار تو. روانش شاد، یادش گرامی، با سپاس فراوان. درود بر دوست عزیز ما که از روز اول همراه همدل ما بوده با صدای استرافونی، فکر کنم هلند دوستمون. باری این همدردی ها و همدلی ها خیلی بر من با ارزشه، بسیار با ارزشه. یعنی واقعا فکر میکنم که وقتی ما چنین یارانی داریم که دل بستن با همراهان و همکاران من، خب خیلی برام با ارزشه. واقعا ارزش مهر شما و محبت شما را میدانم و آرزوی من واقعا همیشه آرزوم این بوده که در خور انتظار شما بتونم برنامه‌ای تقدیمتون کنم. باور کنید در طول هفته دوستانم همکارام میدونن که من چقدر وقتم رو میذارم و میاندیشم برای اینکه چه عرضه بکنیم که مورد رضایت شما باشه. شما به هر حال میشینید و به این لحظه ها و روزها تعامل کنید. خب این هفته چه دیدیم؟ ایران فردا برامون چه چیزی این هفته عرضه کرد؟ و من واقعا بکنید. خب از این یه پیام کتبی رو براتون بخونم که جالبم است. درود بر آقای نوری‌زاده. اگر تمام دنیا شیعه شود، اسرائیل هم برود و فلسطینی ها جای آنها رو بگیرند، آمریکا هم به قول معروف پسر خوبی بشود. جمهوری اسلامی همین است که است. آفرین، آفرین. به قول معروف بودی که وار، نوع حکومت کردن این برادر بقیه. همین است که هست. به قول معروف بودی که وار، نوع حکومت کردن این برادران نظام مقدس مثل لاتهایی که نمیتوانند زندگی عادی داشته باشند. همش با درگیری، غمکشی، چاقوکشی زندگی میکنه. این آخوندها همینطور همش در انقلاب کردن هستند. دزدی کلان یا غارت، چپاول، دروغ، رشوه، ریاکاری هم خودشون میکنن. تمام مردم همه دستشون تو جیب یکدیگر است. سپاس گذارم. آره عزیزم، قدیم یه بچه پرروهایی بودن، سر کوچه وا میسادن، لات گنده کوچه داشت از اون طرف رد میشد، داد میزد محمدی. اون طرف محله میزوش محمدی شو، حاج محمد آقا، آقا محمد آقا، یه چیز اوباهی. دوباره داد میزد محمدی، هی با تو هم کچلور سیاه، کلا مخملی داری میری. ناچار این بر میگشت. این هم با صدای بلند میگفت عجب دیشب حال کردم با حال. خوب دک و پست رو به هم ریختم. خوشت اومد؟ چی جوابشو بده؟ بره بزنتش. میگن مرد به این گندگی رفت یه بچه کوچولو رو زد. نزنتش، این خیلی پر رو میشه. اسرائیل داره اینجوری با اینا رفتار میکنه. همیری یه کشیده میزنه، دوتا میزنه که شاید آدم بشن. آدم نمیشن، راست میگه. فرقی نمیکنه. یعنی اینا با یه مشعار قلابی ملت رو فریب دادن، اومدن روی کار. بعدم وقتی اومدن روی کار خب دیدیم چی کار کردن. اون اعدامهاشون، اون کشتارهاشون. هیچ وقت یادم نمیری که اینا چه عزیزانی رو به قتل رسوندن. یه پیام شفایی به من بدیم، بعد یه کتبی داریم که حتما میخوام بخونم. الو تلویزیون ایران فردا، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای نورزاده. دارم پنجره روی خانه پدری رو روز دوشنبه 4 بهمن ماه رو میبینم. جناب نورزاده اینقدر هرس نخورید از این آخونده. ببینید آقای نورزاده، ما بهایی ها تو ایران، چه اون قدیمی ها چه الان، قدیمی ها که پدرانمون به ما گفتن، خب دروغ که نگفتن، ما که این واقعیت رو گفتن. تو حسن آباد باقروف، آقای باقروف خب برای خودش یه ارج قربی داشت، تمام مسلمان های اون ده به پدر من، به همه بهایی ها احترام میذاشتن. تو کاشان به تمام بهایی ها احترام میذاشتن و میذارن. واقعا این واقعیت دارم به تو میگم.
آقای نورزاده به والله قسم اینا اصلا روزی که اومدن اصلا اسم دینو به اسم دین همه چی از بین بردن دیگه، مردم دینی ندارن تو ایران. شما دنبال چی هستین؟ به خدا اینقدر حرص نخورین آقای نورزاده. اینا اصلا اسم بوی از آدمیت نبردن، همشون آدم کش جانی قاتل و چیزی توتی قرآن خونشون. اینا یه مش دجالن، حتی قوم بلند شدن اومدن به مردم به حکومت منن ولی عاقبت ندارن، ظلم پایدار نیست، اینا نیمونن آقای نورزاده. خیلی خوب عزیزم، پس چرا میگه هرس نخور؟ خودت معتقده که ظلم پایدار نیست. هرس که من میخورم گاهی اوقات میبینی واقعا همه دوستان بهم میگن، اتفاقا بعضی از شما که محبت دارید میگید آقا هرس نخور، مراعات حال تو بکن، سن و سال تو بکن، ولی خب چه کن، دل من اونجاست، دل من. درود خدمت آقای نوریزاده، من امیر هستم از مشهد، با شما صحبت میکنم، امیدوارم پیام منو بخونید تا درد دل خیلی از ما مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه. هرچند برای مسئولان کشورهای دیگه ما ایرانی ها مهم نیستیم، چون از 2500 سال قبل از ما کینه به دل دارن و الان دارن جبران میکنن. آقای نوریزاده میخوام برای اولین بار یک تقاضا بکنم که تا حالا شاید تو برنامه شما اتفاق نیفتاد. اگر از شاهزاده رضا پهلوی در برنامه خودتون یا برنامه پرطرفدار تفسیر خبرهای چالنگی دعوت کنید تا مردم بیشتر صحبت کنند، تا دلگرمی بیشتری برای مقابله با رژیم آخوندی پیدا کنند، چون ایشون از اعتبار بالایی در بین مردم برخوردار. ممنون میشم این کارو بکنید. سپاس از شما و برنامه خوبتون. جوانی از گوشه از ایران مشهد. عزیزم ببین، شاهزاده رضا پهلوی مدتی است روی برنامه زیاد سیاستاش مصاحبه نمی کنه زیاد و گاهی بیانیه میده که ما میخونیم، ولی چند روز قبل یه مصاحبه با روزنامه البلاد بحرین داشت، فوق العاده عالی در چارچوب مسائل استراتژیک، مسائل منطقه‌ای، روابط با همسایگان عرب، روابط با اسرائیل، فلسطین، اصلا درجه یک. نتونستم طاقت بیارم، گفتم شاهزاده درجه یک بود. خیلی خوب ایشون هم محبت کرد، پیام تشکری داد به من. ولی منظورم اینه که خب به جا حرف میزنه، هر دقیقه بیاد صحبت کنه، بعد مسائل رو مطرح کنه، اتفاق نیفته، بعد میدونی او باید حرمت و جایگاه خودش رو حفظ کنه و ما هم باید تلاش کنیم که این جایگاه لطمه نخوره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوریزاده، همه شما عزیزانم را به آغوش نازنین و معطر پروردگار عاشق می سپارم.